بخش هشت ترتیب بودجه ترتیب بودجه برای شما کمک می کند که بدانید چقدر پول دارید. اگر برای شما از طرف دولت و یا کدام تمیل کننده دیگر مساعدت مالی می شود، مقدار آن محدود خواهد بود و تنها برای نیازمندی های ابتدایی شما کفایت خواهد کرد. مقدار وجوه مالی را که شما دریافت می نمایید بستگی به چند عامل دارد. که شامل تعداد اعضای فامیل، سن اعضای فامیل، جایی که زندگی میکنید، نیازمندی های فامیلی شما و دیگر منابع آیداتی شود. مدت زمانی که این مساعدت مالی برای شما ادامه خواهد داشت، بستگی جا به برنامه اجابه جایی شما دارد. بر اساس وضعیت انفرادیتان، ممکن است که مستحق امتیازات اضافی دیگر هم شود، این مساعدت ها شاید شامل امتیازات برای فامیل که طفل نوزاد دارند شود. اشخاص بالاتر از 65 سال اشخاصی که نیازمند رژیم غذایی خاصند یا کمک های اضافی دیگر برای پرداخت مصارف خانه. مصارف زندگی متفاوت می باشد و به جای زندگی در کانادا بستگی دارد. این مصارف از یک ولایت یا منطقه با ولایت و منطقه دیگر میان شهرهای بزرگ و مناطق دهاتی متفاوت بوده و نیز بستگی دارد به منطقه که شما زندگی می کنید. زمانی که زندگی در منظر دائمیتان را آغاز میکنید، شما مجبور هستید که مصارف ابتدایی زندگی و سایر مصارف ابتدایی خش مانند کرایه و بلهای خدمات آمه و مصارف خریداری مواد غذایی را به وقت معین آن بپردازید. تهیه بودجه برای شما کمک می کند تا بدانید که چقدر پول دارید و چقدر را مصرف می توانید. در اینجا چند نکته مفید برای صرفهجویی پول آورده شده است. شما می توانید در یک خانه یا آپارتمان با کسی دیگری مشترک زندگی نمایید و یک بخش کرایه را بپردازید. شما می توانید خانه هایی را جستجو کنید که مصارف خدمات عامه یعنی گرمایش، آب و برق شامل کرایه آن باشد. این یک مصرف ثابت است که شما را در تهیه بودجه کمک می کند. در غیر آن، مصارف خدمات عامه از کرایه خانه جدا بوده و نظر به استفاده شخصی متفاوت خواهد بود. شما می توانید که به عوض خرید موتر از ترانسپورت عامه استفاده کنید. شما می توانید مواد غذایی تازه را خریداری و غذا را به ایواز اینکه فرمایش دهید یا در رستوران صرف نمایید در خانه تهیه کنید. شما می توانید فروشگاه ها و تولیدات با نازل ترین نرخ را جستجو نموده و اوراق تبلیغاتی فروشگاه ها را ببینید. به ایواز داشتن هر دو موبایل و تلفن لایندار شما می توانید یکی آن را انتخاب کنید تا در مصارف مخابراتی صرف جویی شود. شما می توانید از اینترنت استفاده نموده و کارت های تماس های اینترنتی را جهت تأمین تماس فواصل دور خریداری کنید. همچنین شما می توانید از اینترنت رایگان در کتابخانه ها و سایر اماکن آمه استفاده کنید. همیشه کوشش کنید که قبل از انتخاب یک قرارداد یا یک پلان پرداخت برای تلفن موبایل، کبل تلویزیون، اینترنت، فرنیچر یا موتر شرایط و مقررات آن را مقایسه کنید و در مورد تخفیفات ارائه شده جستجو کنید. با تهیه بودجه مصارفتان شما می توانید با پولی که دریافت می کنید زندگی کنید. اگر اضافه مصرف شود برای شما پول بیشتر پرداخت نخواهد شد. آنهایی که شما را مساعدت مالی می کنند می توانند برای شما مشورت دهند که چگونه پول محدود را که دریافت می کنید مسئولانه مصرف نمایید. به گونه مثال از سازمان تمویل کننده دولتی یا سایر تمویل کنندگان خیش درخواست کنید تا اگر نهادهای کم مصرف مواظبت و مراقبت از اطفال در محل زندگی شما وجود داشته باشد از آنها استفاده کنید یا مسئولیت به دوش والدین دیگر گذاشته شود همچنین آنها می توانند برایتان در مورد فروشات مواد چگونگی استفاده کوپن های تخفیف و چگونگی مقایسه خریداری ها و چگونگی دریافت فروشات شخصی معلومات دهند. داشتن توقعات واقعی در مورد اینکه با پول دریافتیتان چی کاری انجام داده می توانید برای شما کمک می کند تا زندگیتان را در کانادا ایار نمایید.